جویی ما مانع بوده. حتی بانک مرکزی دستور داده، ما رفتیم دستور بانک مرکزی رو هم گرفتیم، ولی هنوز بانک‌ها به خاطر مقررات پولشویی مخالفت کردن. داریم میریم شورای عالی مبارزه با پولشویی یک مصوبه بذاریم فقط برای اینکه دوستان افغانی ما که حساب دارن تو بانک‌های ایرانی بتوانند کارت هم داشته باشن. شما این در نظر بگیرین که ایرانی‌ها در خیلی کشورها نمیتونن حساب داشته باشن، علارغم اینکه با ویزا میرن اونجا، پاسپورت دارن، همه چی دارن. اما شما ایرانی میدونین که گرفتن یک کارت بانک برای بعضی افغانایی که برای 40 سال است در اینجا است، شما بسیار مقایسه با آمریکا را دوست دارین. در آمریکا اگر 5 سال باشن شهروندی برتون نخه. شما الان شما برید نگاه بکنید ببینید ایرانیانی که در آمریکا به دنیا اومدن، نه 5 سال بودن، به دنیا اومدن، بس همسر آقای ترامپ آمریکایی ترن، حساباشون رو چجوری میبندن؟ به خاطر رابطه ایشان شاید با ایران نه باشن. به خاطر ایرانی بودن. من به شما اعتماد، من نمیگم ما بدون نقصیم، ما ولی ما این رو میتونیم ادعا بکنیم که میزبانان خوبی بودیم برای نزدیک به 3 میلیون افغانی که در سخت‌ترین سالهای ما ایران بودن. از امکانات بهداشتی ما الان 120 هزار افغانستانی داریم که بیمه سلامت دارند در ایران، یعنی در کنار ایرانی ها. از سوبسید ما برای این غذا استفاده میکنن، از سوبسید ما برای رفت و آمد استفاده میکنن، در مدارس ما حضور دارن، در از بیمارستان های ما استفاده میکنن. این منتی هم نیست، اینها برادران و خواهران ما هستن، مهمان ما هستن. امیدواریم روزی افغانستان شرایطی رو پیدا کنه که اینا بتونن